نقش ما مسیحیان در اتفاقات امروز چی هست؟ نقش ما مسیحیان خیلی هم مهمه. قبل از هر چیز خداوند میگه که با ماتمیان ماتم کنید. ما باید با مردم همدل باشیم. ولی آیا فقط همین که آخ کشتن و ظلم کردن دلمون براشون میسوزه برای ما کافیه؟ نه. خداوند عیسی مسیح میگه که میخوام شما نور و نمک باشید. میگه پس بروید. نور میره. نور تا با تاریکی نمی جنگه. نور فقط هست و وقتی هست تاریکی شکست میخوره. خداوند از ما مسیحیان میخواد که در شرایط امروز ایران حضور داشته باشیم و بدرخشیم و فکر و دل خدا رو به خیابانها ببریم. خداوند میخواد که محبت او رو به دیگران برسونیم. خداوند میگه که حتی دشمنان خود را محبت کن، به همسایه خود محبت کن. همسایه چه کسی؟ کسیه که کنار ماست، کسی که احتیاجاتش رو میبینیم. در کتاب مقدس میبینیم عیسی مسیح میگه حتی همسایت، کلمه همسایه میتونه دشمن تو باشه، ولی دلسوزی داشته باش. ما مسیحیان ایرانی باید در این جنبش شرکت کنیم، باید قلب خدا رو بیاریم، باید محبت خدا رو بیاریم، باید به دیگران برسیم. در این شرایط باید به احتیاجات مردم برسیم، تو خیابون‌ها برای مردم دعا کنیم، بهشون بشارت بدیم، خبر خوش رو بدیم، کمکشون کنیم، در خونه‌هامون رو براشون باز کنیم. در این شرایط خداوند از ما مسیحیان میخواد که تو خونه نشینیم، با او همکاری کنیم. خدا داره در ایران یه کار عظیمی میکنه. خداوند در کتاب مقدس قول داده که تخت پادشاهیشو در ایران برقرار کنه. ارمیا 49:38. حالا چه جوری؟ از طریق من و شما. ما بدن او هستیم، ما خانواده او هستیم، ما حضور خدا روی زمین هستیم. پادشاهی او با همکاری ما به روی زمین میاد، پس نمیتونیم کنار بنشینیم. باید پادشاهی او که پادشاهی عشق و محبت و بخشش و مهربانیه رو، ما باید به خیابون ها ببریم. ما در شبکه 7 در خدمت 7 اینو باور داریم و انجام دادیم. بار اول هم نیستان، ما در جنبش سبز هم عزیزان رو به خیابون دعوت کردیم و چه شهادت هایی بود. در آبان 98 خیلی از شما مسیحیان رو تشویق کردیم، به خیابان ها رفتید، عمل کردید و با شهادت که خدا از طریق شما چه کار کرد برگشتید. بار دیگه هم شما مسیحیان رو دعوت میکنم که در این جنبش به عنوان یک مسیحی شرکت کنید. چرا میگم عنوان یک مسیحی؟ چون مسیح میگه که در دنیا باشید ولی از دنیا نباشید. تو دنیا باشید، اراده منو انجام بدید، ولی از روشهای اونها استفاده نکنید. پس تشویقتون میکنم برید ببینم چی کار میکنید. با شهادت برخواهید گشت.